درود سلام بیننده آخر خط به گونه زنده از گروه بین المللی بحران در گزارش تازهش گفته که دوام اختلافات رئیس جمهور و رئیس اجرایی و تجدید شورشگری آینده حکومت وحدت ملی و در سطح بزرگتر ثبات سیاسی افغانستان را تهدید کند. در گزارش این نهاد آمده است که اختلاف رئیس جمهوری و رئیس اجرایی افغانستان به دلیل ابهام در توافقنامه سیاسی است که بر اساس آن حکومت وحدت ملی با کمک آمریکا شکل گرفت. با گفته این نهاد آقای عبدالله معتقد است که بر اساس توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی ریاست اجرایی 50 درصد سهم خود را باید در اختیار داشته باشد اما آقای غنی و مشاورانش تاکید دارند که قدرت نهایی توری که در قانون اساسی تعریف شده در اختیار ریاست جمهوری است. در این گزارش آمده که تقرری ها در حکومت وعدت ملی عمدتا قومی صورت می گیرد و رئیس جمهور از میان قوم پشتون و عبدالله عبدالله از قوم تاجک افرادشان را در مناسب حکومتی می گمارند که باعث ناخشنودی گروه های قومی ازبک و هزاره شده است. در ادامه این گزارش آمده است که به همین دلیل احساس تبعیض در میان جوامع کنار گذاشته شده افغانستان به هزارها و ویژه هزاره ها و ازبک ها در نتیجه عدم مشورت ها تشدید شده و این موارد شامل برنامه های توسعی نیز می که خاطب به بزرگ شدن شکاف های قومی و منطقه‌ای منجر می شود به گفته این نهاد جناهگرایی سیاسی در تمام سطوح دستگاه امنیتی افغانستان نفوذ کرده و این روند ساختارهای فرماندهی نیروهای دفاعی و امنیتی را آسیب زده است و ظرفیتهای های این نیروها را در مبارزه با گروه های مخالف شورشی که هر روز قدرتمندتر می شوند تضیف می کند. همچنان در این گزارش آمده است که بدون اصلاحات لازم در نظام انتخاباتی و نادای انتخاباتی افغانستان انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی به سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری مواجه می شود. این نهاد همچنان افزوده که رابطه های ق... قوی رابطه قوی مجریه و مقننه نیز منجر به اختلال در عمل کرده حکومت شده است گفتگو این موضوع با آقایان قاضی عبدالرحیم رهین الرحی نوزد مجلس نمایندگان و توریاله غیاسی کارشون از سیاسی از شما جناب وکیل صاحب ارزیابیتون از این گزارش چی است؟ حکومت که رد کرده و گفته ارزیابی اینا و میار اینا وقتی پیش است یک سال یک نیم سال پیش است و درست نیست بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدمتی همه بینندگان عزیز تلویزیون و نور خدمت شما و برنامه همانطور که شما در گزارش مسئله مطرح کردین حکومتی وحدت ملی بر اساسی یک تفاهم نامه سیاسی و میانجگری امریکایی ها صورت میگیره این تفاهم نامه یا موافقت نامه که در بین اینا هست ساختار حکومت بنام به نام حکومت وحدت ملی و سهم گرفتن دو گروهی به نام تحول و تداوم اصلاحات هم گرایی در قدرت سهم بودن یعنی پنجا پنجا در قدرت سهم داشته باشه یا به با عبارت دیگر یک مسئله دیگری است که برابرگونه یا به این معنا یک چیزی برای رئیس جمهور امتیازی داده باشه اما با کمال تاسف این تاسف است برای ما ملتی که رهی داد ملتی که آرای پاک شد برای یک نفر داد کل استخبارات منطقه و دستگاه فاسد نظام گذشته و کمیسیون خائن انتخابات راه ملت را به بازی گرفتن انتخابات را به چالش کشیدن اگر واقعیت ها بر ملا بشه و پنهان نمانه انتخابات در دور اول برنده انتخابات معلوم بود هیچ ابهاماتی در مسئله وجود نداشت اگر نیست امروز یک قوه تحقیقی درستی بین المللی بیایه از همه کمیسیون انتخابات و کمیسیون سمه شکایات همه قضیه را دقیقا تحقیق بکنه و پرسان بکنه که حقایق را بگن که مسئله از همین قرار بود یا نبود و به هر حال انتخابات به دور دو رفت دور دوی انتخابات به معنی ازی بود که صد در صد در انتخابات تقلب است دیگه نمیخوان و نمیخواستن کسی که برنده باشه بیای به میدان و به هر حال چون قوه قهریه ملت است و ملت افغانستان پشت رای خود استاد شد ناچار که جامعه بین المللی در این مساله مداخله کرد ساختار یک حکومتی نمبند به نام حکومتی وحدت ملی به وجود آورد و این حکومت در تعهداتشان که در معذر جمع کسیری از نخبه های افغانستان و در برابر رسانه ها به ملت افغانستان تعهد کردند که انتخابات بر اساس تشکیلات بر اساس تفاهم سیاسی و آرای مردم به هر حال ولی زمان عملی شدن قضیه طوری نشد که ما امروز شاهدی بوده باشیم که دکتر سب عبدالله برنده انتخابات ولی دست بازی را در بحث این پنجاه فیصد خود داشته باشه که بتانه در بحث 50 فیصد خود با دست باز برای مردم خدمتی بکنه حکومت که رد کرده از تحلیل شما این برداشت میشه که سهم ریاست رئیس اجرایی داده نشده آنچنانی که در توافق سیاسی آمده و همه صلاحیت ها پیش رئیس جمهور است خب شما وقتی ریاست اجرایی و ریاست جمهوری هیچ یکیش بر همه نامه سیاسی یک تفاهمنامه ای که امریکایی ها بینشان امضا کرده بر اساس قانون اساسی افغانستان تشکیل نشده قانون اساسی افغانستان وضاحت داره که رئیس جمهور باید بر اساس آرای مردم تعیین بشه اگر آرای پاکی می بود چه مشکلی بود باید اشرف غنی میرفت رئیس جمهور میشد و دکتر عبدالله به استرا تیم بازنده بود قرار یک طرف میشست ولی وقتی حقایق برای دنیا معلوم شد که در این یک مسئله هست آمدن همچه جریانی اما آقای غنی تعهد در سپورت که در همی مسئله پنجاه حالا از رده های بالا تا با پایین سمی ریاست اجرایی است که باید در تعینات سمه داشته باشه با من حیث یک شروند افغانستان با نماینده مردمی یک ولایتی که به یکی از اینا برای آقای عبدالله رای داد به طور مثال کل مردمی ما امروز بیا دکتر سر عبدالله برای ما بگه که یک نفر مامور رتبه پنج را دکتر عبدالله بر اساس سم خود از همین ها تعیین کرده باشد در کجاست آیا امون ملت بر تو رای نداد ملت که زیر 580000 نفرش هزار نفوسش بود و با ناامنی ها و چالش های بزرگ و در حوزه غرب افغانستان یک پنج این برای چه هست؟ عبدالله را نداده یک صلاحیت ببینیم سری بس برای ریختن. در سطح حوزه غرب با نفوس دیگه ولایات بلندترین آمار رای را از بادغیس گرفتی بیا دکتر سر عبدالله برای ما بگو که یک موین یک والی یک قماندان یک کس دیگر یک بر یک جای یک سفیر یک یک معسل یک جای با عنوان معسل روان کرده باشی که ما برای این مسئله قناعت داشته باشیم ای به ای بر میگرده که دکتر عبدالله قطعا و قطعا صلاحیت اجرایی نداره همه قضاویش در درون قصر سفیدار بر همین شده خوب در همونجا و بازدید بکنو و مسئله را به همین شکل اگر داره اگر داره دکتر سب عبدالله امروز تیم دکتر سب عبدالله وزیر خارجه است تیم دکتر سب است رئیس جمهور در سفرهایی که میره جایی با همه این بدبختی هایی که در درونش وجود داره تنیش ها هست بحران هست مشکلات هست در کجا ببینی که رئیس وزیر خارجه همراه رئیس جمهور برای و در بحث خارجی در این مسائل سهمی داشته باشد؟ خب ببینین اینا کلا همه تنیش و بحران در درون این حکومت هست به این معناست که در آنچه که تعهد کردن به تعهد خود آقای غنی عمل نکرده حکومت هرچی او ادعا گفته این مربوط به پیش میشه حکومت هر چی رد کنه <applause> حکومت میخواه خود از تمام مشکلات براحت بده حالا براحتش ما قبول بکنیم خب مشکل در کجاست اختلاف برای چی هست اختلاف برای این است که این توافق نامه ای که حکومت بر اساس تشکیل شده در این توافق نامه عمل نمیشه خب بند بندش باید عمل بشه بین المللی بوران گفته که ابهام در تفسیر است تفسیرهای متفاوت چرا چون این چیزی وجود داشته که حالا تفسیر متفاوت از صورت میگیره ضعف در توافق نامه هست یا نه که زیاد خواهی های یک طرف ببینین برتر تلیبی تل بر ها هست قدرت خواهی ها هست انحصار قدرت است قدرت ها در درون ارگ محصور کردن است برای مردم حق ندادن است برای تیمش کسایش که برش تقلب کرده و کسایی که برای از او کار کرده اونا چانس اول دارن امروز در سطح حکومت ببینین معلول ترین افراد بی بیکارترین افراد با عنوان وزیرا و مشاورا و کسا هستند که سرنوشت نمی ملک رقم بزنه و این ملک به بدبختی خب، مواجه است برتر طلبی و انحصار گریر اونم منصوب به ارگ اما از رئیس اجرایی عبدالله عبدالله میکنن برای چی میگن که اختیار نداره دیگه چیکار کنه چه انتظاری داره از, از لحاظ اجرایی وقتی نام اجرایی گذاشته میشه رئیس اجرایی یعنی قوه مجریه هم. به این معنا که حکومت قوه مجریه است دکتر عبدالله باید صلاحیت اجرایی می داشت خب تقصیر عبدالله هست یا که تقصیر رئیس جمهور تقصیر رئیس جمهور است که صلاحیت برای دکتر عبدالله نداده دکتر عبدالله چی صلاحیت اجرایی را داره ما از عبدالله گله میکنیم ما از دکتر سه عبدالله ایده ای، ای دا... گله را داریم ما ندارم ملت کلا نزد گله داره مردم افغانستان چی کار میگاد که گله نمی داشته حالا خب انصارگری مگر گفته میشه که منسوب به ارگ و رئیس جمهور ببینید شما گفته میشه با یک منطق رسا با یک قاطعیت با یک تصمیمی که ملت برش در قسمتش گرفته بود ولی وقتی همین حکومت به میان آمده که بر اساس قانون اساسی نیست بر اساس یک تفاهم نامه است برادر تو با همین تفاهم نامه تو را تا... تصدیق تو را ما کردم که تو رئیس جمهور شدی و تو هم نوشته کردی که من رئیس اجرایی هستم قدرت هم باید تقسیم 50 50 باشه چی گفته برای من صلاحیت نمیده که من امروز صلاحیتی را داشته باشم که یک عسکری را در یک جا مقرر بکنم این مسائل خب بر کرده برای خود دکتر سلام این کارو نکرده فکر میکنین که حقش بخواهد خوب خب تلاش ها خود کرده اما نخواسته که وضعیت افغانستان به یک بحران عمیق فرو بره و که بالاخره جمع کردنش مشکل باشه شما دیدین دکتر سلام الله خود از رسانه ها کشید قطع ارتباط کرد مسائل به وجود آمد نکرده باز هم با وعده های میانتایی که داد که ما مشوره میکنیم مسائل حل میکنیم چنین میکنیم باز هم از همان خودخواهی ها و قدرت طلبی هایشان یک گامی به یه طرف نیامدن که بتانن راستی یک اصلاحاتی در ساختار حکومت به وجود بیایه و بتانند به کار بکنند. من یک مسئله رو برای شما میگم <تصفح> وقتی یک گروه جنایتکار در سرنوشت انتخابات خیانت میکنه انتخابات با باران برد انتخابات نوادسیر دنیا را گرفتاری مسئله کرد کی بود؟ اینمی اعضای کمیسیون های انتخابات بود به وضع از مجازات باشه ولی مکافات شدن چرا دکتر سب عبدالله ادعای را کرد که اصلاحات به وجود بیاید چرا نتونستم اینا رو به یک دادگاه بکشن و محاکمه بکنن که اما حقایق برای ملت افغانستان و دنیا روشن بشه آقای قنی همو بادیگارد ها و همو موترای ضد گلوله و بالاخره همو کشفش رو زندگی رو برشان سپرده آرام زندگی میکنن به خاطر که برای ازی کار کردن ما به این این مسئله را میگم وقتی اگر بحث اجرایی بودن هست و حق دادن هست حکومت هم بر اساس همین توافقنامه سیاسی به وجود آمده مرد و مردانه باید اشرف خانی به میدان میستاد که نویس همه توستی سهم است تو افراد شایستر نخبه افراد مسلکی را و صفت وزیر تعین کو والی تعین بکو قماندان بساس خاطر امنیت مردم رفاه و سعادت مردم اقتصاد خوب مردم تحصیل مردم صحت مردم این مسائل باید مطرح بکن. خب اما اختلافات هنوز پابرجاست. اگر جا نبودی که این وطن به یک سمت دیگه گز... گمارش ها قومی صورت میگیره از هر طرف هر دو تیم حکومت هم ریاست جمهوری هم ریاست اجرایی و این باعث ناخوشنودی و عدم رضایت گروه قومی ازبک و هزاره شده ما یک بسر براتون بگم از ملت تاجیک یک ولایتی که هشتاد فیزدش قوم تاجیک است بیشترم خدمت سان ارز کردم اگر بحث قومیت است و ما هم حق داشتیم وقتی در مسائل رای میشه سران تاجیک ما را به حساب میارن ولی وقتی امتیاز دادن میشه چی امتیازی را برای ما میدن برای ما خو امتیاز ندادن اگر محصور میشه تنها قوم تاجیک در دره پنشیر و بدخشان و چند جای دیگر یه هم یک جفای است که در حق قومی تاجیک میکنه اگر بحث همین بحث همین مسئله است و اگر نه ما با... به این نظر هستم که افراد شایسته از هر ولایتی که بوده باشه تعیین بشه برای ما قابل قبول است وقتی بحث ما قومی میشه ما هم یک قوم هستیم و حق داریم باید هم برای ما حق میدادن سپاسگزارم جناب غیاسی خب اختلافات باعث بحران میشه به بار گزارش گروه بین المللی بحران خب گمارش های قومی صورت میگیره ازارات جناب وکیل صاحب سهمشان دادن نشده انحصارگری وجود داره و منصوبه. ارک و ای که گمارش قومی صورت میگیره و به واری آقای وکیل که قوم تاجک منحصر به یک دره پنشیر یا جای دیگه مشخص نشود به نام خدا و عرض سلام نگان عزیز جناب وکیل صاحب شما امکانانتان <تصفح> ببینین روند حکومت سازی به نام حکومت وحدت ملی یا دولت وحدت ملی از امو آغاز با چالش های بسیار بسیار اساسی مواجه بود یعنی پایش از امو اول میلنگید در دمو زمان ایده پافشاری می کردن که تمام این اسنادی که نیاز است برای تثبیت یا و یا اعلام حکومت وحدت ملی در نخستین روزا باید نهایی شود و به امضای طرفین برسه در حضور جامعه بین المللی که او از جمله ای امو به صلاح توافق به تفیز صلاحیت ها بود تفیز صلاحیت ها تا مرحله تعدیل صلاحیت ها و تعدیل ماده های فصل 53 و 54 قانون اساسی <applause> تا او زمان باید تفیز صورت می گرفت این سند تفیز باید روزی که قاب دوله حکومت وحدت ملی اعلان می شد اده زیاد پافشاری می کردن حالا من نمی نام بگیرم که بسیار عاقلانه بود بسیار آگاهانه بود پافشاری بود که دمی روز تمامی اسناد امضا شود <applause> و ساحه صلاحیت ها و مسئولیت ها معلوم شود و یک توازن قوا بین طرفین به وجود بیاید تا ثبات سیاسی را تضمین بکنه وقتی ثبات سیاسی در یک کشور تضمین میشه تمام مناسبات دیگه زیر سایه ثبات سیاسی امنیت نمیفهم سیاست های کلان جنگ سال روند به صلاح پیشرفت های اقتصادی سرمایه گذاری همه اینا میتونه در در یک وضعیت قابل تعریف و قابل پیشرفت باشه متاسفانه در اون مرحله این قواعد بازی مد نظر گرفته نشد اعتماد بیش از حد او که وجود داشت او نیت خوبی که نسبت به روند ساختن یک،, تجربه خوبی برای آینده افغانستان به نام حکومت وحدت ملی وجود داشت این یک جانبه بوده بوده, بوده در واقع نه دو, تا دو جانبه به مو خاطر این تعامل صورت نگرفت اه و اه ما به مشکلاتی که امروز سردوچار شدیم ما به دولت خود مخربی در اون ساختاری که بلاز تشکیلاتی و یا تعریف اختلافات در اون یک تشکیل مشترک وقتی شما خود مخربی در اون ساختاری برزی همچو وضعیت میگن در تعریف سیاسیش که یک سازمان یا یک نهاد سیاسی یا یک نهاد اقتصادی هر نهاد دیگه میتونه در درون خودش خودش بخوره و سبب تضعیف بالاخره کل ایمنه و, و او به سازمانی که دو همگی سرنوشت مشترک دارن تبدیل میشه به ضعف ساختاری نظام بنا این مسئله ای مثلا آرام آرام رو مثلا شکل گرفت و قوت گرفت خب میگن اختلافات به جدیتش وجود داره هنوز بله اختلافات حکومت رد کرده و گفته این گزارش اختلافات اختلافاتی که درست است از یک نگاه شما ببینید بعضی من یک گزارش یک کاملا رد میکنم <تصفح> مسئله م... مسائل قومی را که حالا یک طرف آمده تاجک معرفی میکنه یک طرف آمده شما تنها هیچ اما... چیز دیگه شما نگاه نکنید آقای رحیم اینو میپذیرید اخ... وکیل سیو هم از یک نگاه دیگه به این مسئله بحث کردن تقریبا بر رد از این گزارش منامیدات صحبتشان میخوام امیر من تاکید بکنم که اگر این گزارش درست باشه که غلط است ما پس دکتر عبدالله چرا در بادغیس همچه یک نگاهی نداشته نگاه قومی نداشته به مثلا چرا استاد تمام نور که یک والی موفق و یک کارکردهایش یک نمونه از یک ولایت خوب از یک والی خوب است چرا اعتراض داره چرا این ای جمع با, بیرون شدن از او به اصطلاح یک گام دیگر هم به عقب آمد چرا این رضایت نداره مشکل در کجا بوده پس اگر نگاه نگاه قومی بوده در ده... ساختار در به طرف نهاد ریاست اجرایی بران این این گزارش یک گزارش است که میارایش یا شاید نظر سنجایش اساس جانب... درست نداره اما که جانب ارک و رئیس جمهور به گمارش قومی متهم میشه که افرادی را عمدتا بیشتر از قوم پشتون در نادای تولیدی میگماره بله بعضی جاها دیده میشه مثلا خب. شما برین یک جای م... یک به نام آکادمی علوم یک جای دیگه نه یک جایی که منبع به باید اینجا علم تولید میشه درست های علمی صورت میگیره باید اینجا خیلی مسائل عالمانه علمی و عاملانه بوده باشه شما برین ده گزینه ده ده انتق... ده ده آه... استخدام گزینی ده اخیر و گزینشای اخیرشان شما ببینین چی اتفاق افتاده درست خب است. مردم نمی گفتین که نه. من نگاه صورت. من نگاه به قومی یک طرفه من گفتم مگه دکتر عبد الله به, ای، به ای طرف نگاه داشت پس چرا اعتراضات است چرا وکیل صاحب اعتراض داره خب به نگاه قومی وکیل صاحب یک شکل دیگه اعتراض داشتن اینا دا در درون قومی میگم درست. درست اما گزارش بین المللی که گفتم عمدتاً غل... است خارج کا این غلط است دیگه پس چرا شکایت وجود داره پس غلط است خب ما شما از جانب رئیس جمهور که میپذیرید بگین که ما اینجا همه گیره مقصر میدانم وقتی که ما میگیم دولت وحدت ملی چرا دکتر سیب عبدالله نمی آید در برابر همچی یک گزینش های همچی یک های به قوت استاده نمیشه آه، 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 میگین و با تیم رئیسی اجرایی گمارش خامی نداشتن مثل ارک معنیش گپ شما می گفت یقینا اگر می داشت اعتراض وجود نمی داشت مستند با سند صحبت می کنیم یعنی و اگر گزارش هم که... داشته تنها از قوی اجازه بدین اجازه بله. بدین معنای گپ ما همین است نه <applause> وقتی ما میگم که چرا استاد تا نور اعتراض داره معنای شبیه است که گزینش نگاه به قدرت نگاه قومی وجود نداشته اما اگر از یک طرف دیگه وجود داشته چرا دکتر عبدالله دست زیر علاشه نشسته بوده و تنها نگاه میکرده چرا جلوی این مسئله گرفته نمیشه چرا موضوع با جدیت صحبت نمیشه چرا توازن توازن قوا افغانستان به هم بخوره چرا به سبب بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی شوه ای این این به اصطلاح های سیاسی که دیده میشه این بار ایتور نیست که باز اگر خدای نخواست یک شود فکر بکنیم که یک حالت بیایه متضرر تنها یک قوم باشه نه خیر این آتش است که همه اما گیر می سوزانه و ما دیدیم در ده 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 چند دهه اخیر شما فکر میکنید که ما با سیاست های یک کتازانه قوم گرایانه مفرطی که طالبان داشتن آیا تا به امروز کی متضرر است کدام قوم هر روز سرش به هم مفته به اصطلاح هر روز به نام انتحاری و فلان و بهمان میاین جوان از این مردم کشته میشه چرا مکتبا سوختانده میشه؟ چرا نتیجه سختاندن مکتبا و کشتارها به نتیجه بیشتر یک قوم به نام پشتون متضرر میسازه اینا همگی ناشی از سیاست های غلط است که در افغانستان اعمال میشه و, و امروز سبب میشه که ما در اختیار بیشتر به اصطلاح ملبه اه اهداف اه دشمن قرار بگیریم یک بخشی از مردم افغانستان و در داستای سیاست به ابزار سیاست خارجی کشورهای دیگه قرار بگیریم درست است اینجا برمیگردیم به سیاست های غلط و نگاه به شونستی به قدرت درست و عکس تمامیت خواهی به قدرت که این شاید سیاست رسمی رئیس جمهور نیست اما ایده شماری که در یک جای گماشته میشن وقتی که رئیس یا وزیر از هر قومی که هستن اگر اینا افغانستان شمول فکر نکنند تمام عدالت مد نظر نگیرند در گزینششان در گمارششان مد نظر نگیرند بهتر است که اینا برند برگردن علاقدار یا به اصطلاح قریدار قریشان شود خیلی گزارش که نشر شده و او گفته که اختلافات وجود داره و دوام اختلافات بی ثباتی منجر میشه گفته که تجدید شورشگری هم تهدید میکنه و آینده حکومت ای اصلاحات سیاسی را حکومت متعاقب این گزارش ردش کرده و گفته که میارهای این گزارش مربوط به گذشته میشه یک سال کنید درست دیش. است درست کاملا خب خب این اختلافات وجود داره هنوز یا نه اختلافات ب... ب... بله نیست کسی رد بکنه که کاملا وجود از بین رفته اما این اختلافات آرام به این توافق رسیدن که برن متوجه آفات از این اختلافات یعنی کم شدن به صورت وجود با قوت پیشترش وجود نداره اما همین مهمی است که نگاه به وجود آمده که بریم به طرف از این اختلافات و این مضرات و به ضررها و زیانهای از, از این متوجه تنها یک تیم نمیشه و در نهایت هر دو تیم به صدمه میرسانه بالاخره به طور مثال شما فکر کنید گیریم که دکتر عبدالله به اثر فشارها و این تمامیت خواهی ها یک طرف و به اصطلاح مدارا و تساموی بیش از حد دکتر سید بیایه بگویه که برادر نشد یا در نهایتش صبر رو به آخر رسید هیچ مسئله تیر ما نظر نگیره و هیچ مسئله را در نظر نگیره بالاخره بگوید خب او به ما پیمانه این وطن سر آقای اشرف غنی هم حق داره رئیس جمهور هم سر ما هم داره بیرون شوه مشروعیت نظام کجا میره چ چ چ چ چگونه ما ایر ای ای تعمیم میکنیم مسئله در کار است یقینا با... یک مسئله کلانه که حفظ نظام مدره است درست بیرون شوند شما فکر کنین چگونه تعم... ای 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 میشه یه این را نمی بینن ای, ای قوت جایگاه کلانی ای که در دو, دو قوا در بر تشکیل دولت وحدت ملی گام به ارد به می اندازه به می پیمانه حالا جنای دیگه که ریاست جمهوری در دا اختیار داره رئیس جمهور خدای ناخواسته یا به سر جایگاهشان تغییر بکنه اونها مگه از حکومت بیرون شوند عین وضعیت پیش میاد افغانستان یک بحران غیر قابل برگشت در افغانستان حکم فرما میشه که همه مردم مساب میسازه به صلاح موجودیت افغانستان زیر سوال میبره به خطر مواجه میسازد آقای شما گفتین گمارش قامی وجود داره و اختلافات به اون صورت اساسیش وجود داره با گفته آقای قیاسی که کاهش یافته و حالا توجه شده که اختلافات آه, کم شود شما در قسمت گزارش‌های گمارش های قومی از یک نگاه دیگه بحث کردین و که به معنای ردی گزارش بوده میتونه مثلا اگر گمارش های قومی در حکومت وجود داشته باشه و به خصوص در تیم رئیس اجرایی برای چی استادتا اعتراض داره برای چی مثلا از بادغیس کسی سهم نداره بحثی من همین بود که چون در گزارش وزارتش این بود که تعینات و اصلا توزیف و ایگپ بر اساس گرایشات قومی بین دو تیم است خب بحث ما در بود که در تیم دکتر عبدالله اگر بحث گرایشات قومی می بود باید بر همه اقوام قومی تاجیک به سر تا سر افغانستان هر جایی می بود و کسایی که برای دکتر عبدالله رای داده بود پس دکتر عبدالله حمایت کرده بود باید حق میداد خب، شما میگین که گمارش قومی هم در تیم ارگ و هم در تیم ریاست اجرایی وجود داره آقای قیاسی میگن که بله در تیم ارگ وجود داره مثلا اکادمی علوم هم مثال میزنن و مثال میتن اما میگن در تیم اجرایی که وجود نداره یک بس است برای شما بگم که رئیس اجرایه تا کنون نتانسته برای تثبیت حق خود کاری بکنه که تا بتان یک گرایشات قومی را در نظر بگیره به باره آقای های کلان و مثل حفظ نظام در نظر گرفته میشه که بسیاری را نمیبینن ببینید شما حالی حفظ نظام نظام به نام دولت اسلامی افغانستان تشکیل شد بعد از پیروزی جهاد گروهی به نام طالب به نام این آن آمد نظام اسلامی را و چالش مواجه کرد نظام رفت و بالاخره جبهه مقاومت شروع شد یک گروه بیاقی و باقی افغانستان را تصرف کرد ملت و تبایی کشید باز همی جبهه مقاومت آمد بالاخره اینها را شکست داد و دنیا از او طرف اقیانوس آمدن در افغانستان بس. که ما حکومتداری خوب میاریم و اقتصاد افغانستان را خوب میکنیم با تروریزم مقابله میکنیم از قبیل این چیزها ولی فداکاری جبهه مقاومت برای آزادی اشغال دوباره افغانستان تاثیر بسیار خوبی داشت که جلوداری نمی مسئله را همه باید بپذیرند که نمی قومی که امروز به نام تاجیک است این همی قوم جلوداری مسئله را که این حق مسلم است حق است خب. شما میگین که گمارش قومی در تیم رئیس اجرایی وجود داره چگونه شما ما بحث ایست اگر صلاحیت داشته و قوم تاجیک کسی را تعیین کرده باشه من ندیدم که حال دکتر عبدالله توانسته باشه بر اساس تعینات قومی از قوم تاجیک کسی را در جای تعیین کرده باشه که برای ما قابل قبول باشه که بله مسائل قومی است ما بحث ایست بحث اگر حق می داشت بر اساس 50% فیصد دکتر سب عبدالله می توانستیم امروز شخصیت های بسیار نخبه و بزرگی را از هر کجا بری مقامات بلند تعیین بکنه یک تنها بحث دوازده تا وزیر نیست بحثی صدها تا موین است و بحثی والی ها هست بحثی معاین والی ها هست بحث سفارت خانه ها هست بحث های کلان دیگری در این مسائل وجود داره اگر بحث در این مسائل می بود من گیله خود امی پیشتر خدمت شما عرض کردم که من نمایندگی از یک ولایتی میکنم که او ولایت 80 تاجیک است ولی او ولایت هم رای داد به این انتخابات مردم زیر رگبار مسلسل ها آمدن رای دادن ولی اگر بحث قومی مطرح بود ما می امین یک جزی از این قوم دکتر سب عبدالله و طرف ما می دید می گفتم اینا ملت است در روز انتخابات در روز پروس های ملی ما اینا را با شمار میاریم از اینا رای میگیریم اما با روز امتیاز دادن ام اینا من ایس یک مردمی که ما باید به امتیاز بدیم محاسبه ایمه با ایشان که اگر بحث قومیت مطرح بود برای ما ممکن لاقل یک معاونیت ولایتی دارم کل افغانستان میرسید خب اگر از بحث ولایت بالا بریم این که مثل گزارش گروه بین المللی بحران که در تیم رئیس اجرایی هم گمارش قومی اونم از میان تاجک ها وجود داره کجا بیایه برای ما دکتر سب نشان بده یکی از قوم تاجیک یک دو تا وزیر برای سامی جمعیت حساب داده وزیر خارجه بود و وزیر اقتصاد و وزیر صحت و بالاخره وزیر معارف مهم. هر کدام از یک ولایت مورد قبول امام هست شخصیت های بسیار خوب بودن اترامشان سر جای اما دیگه که با قوم تاجیک دکتر سب عبدالله در یک ب... مسئله کلان صحبت جا پیدا کرده کجا هست؟ من یک چیز برتان میگویم خب میگن همین حرف رو گوش مهم. بگیرین به معنی دفاع کردن هم نیست یک حقیقت است جناب آقای معنوی رئیس کمیسیون پیشین انتخابات یکی از چهره های بسیار پاک محبوب و قابل قبول مردم افغانستان نه تنها برای تیمی به اصطلاح مردم تاجیک ها میگن مورد اعتمادش است اگر دکتر سر عبدالله برش جای پیدا میکرد حالا باید دکتر آقای معنوی اقلا قاضی القضاتی کشور می بود اقلا وزیر در یک جا می بود یک پوست بسار کلان می داشت باید میتونی این کار میکرد چون کاری کلانی را که معنوی کرد با همه فشارهایی که در اما عصرش آمد از حقایق دیر نشد یک انتخابات به سر شفافی را برای مردم افغانستان اعلان کرد اما این انتخاباتی را که آقای غنی به عنوان رئیس جمهور شد و دکتر صاحب عبدالله آمد این انتخابات هزار فساد در داخل خود داشت به و به حکومت وحدت ملی یک بندش اصلاحات انتخابات بود بیای برای ما بگن در اصلاحات انتخابات چکار کردن همه کاری را که اینا کردن چی کردن به اینجی اما مجرمینی که در انتخابات بازی کردن اما مجرمین مجازات شد او کسی که رئیس انشا بود هزار فساد کرد به نام قومیت هزار فساد کرد کسی پیدا شد که از او, او را محاکمه بکنه اما ما این ای, ای مسئله را میگم گله ما هم از دکتر عبدالله همیست که جناب استاد محمد نور والی موفق شخصیت بزرگ یک تنظیم کماندان بسیار زبده و قابل قدر در جبهه جهاد و جبهه مقاومت اتحادی دی زر به عنوان سرپرست کل ولایت افغانستان را آقای غنی والی ها را تعین کرد از دوره آقای کرزی چندین والی را تعیین کرد اما در بحثی دکتر سر عبدالله را بیاین محاسبه کنیم که یک والی از دوره گذشته بالاخره مسهم خود بر گرفته باشه و اونجا تعیین کرده باشه با. دلیلش همین که صلاحیت نداشته به فهم ما همه چیز هست بس. که اگر رئیس قوه اجرایی با عنوان صدر کشور باید مطابق به قوانین عقلی دنیا همی مسئله باید به این شکل باشه که یک وزیر رئیس اجرایی باید ریاست کابینه و ریاست حکومت دوش داشته باشه وزیر را پیشنهاد کنه والی را پیشنهاد کنه یک مقام عالی را پیشنهاد کنه رئیس جمهور با مشوره او را منظور بکنه اما امروز افراد تعیین میشه به پست های بسیار عمده که رئیس اجرایی از مسئله اطلاع نداره خیلی خوب شما میگین که اختلافات مثل گذشته وجود داره اما آقای میگه که نه حالا کاهش یافته نظری استاد غیاسی رو من توجه شده برای که حل شوید رد نمیکنم استاد با یک بینیش خودشان این مسائل داره من وضعیت ها را میبینم که امروز یک جمعیت بزرگی از یک ملت آنقدر ارزش برای تیم ارگ نداره که یک بچه بسیار لوده و لوچکی که هزار فساد کرده باشه و هم طالب بوده باشه و هم با طالب ارتباط داشته باشه ولی پیش ارگ امروز یک کسی است که از جمله افراد بسیار محبوب و درباری حکومت است چه کسی مثلا ارتباط داره با این قضایا هستم که افرادی که الان نامشه گرفتنش برای ما خوب نیست که ما رنج این مسائل را داریم بحث قومیت در مسائل ارگ فوق العاده بالا هست و امروز هم می‌بینیم که ادعای بلند است که وزیرستان شمالی و جنوبی جزی افغانستان ولی بچه های وزیرستان جنوبی و شمالی انتحاری تربیه میشن میان در افغانستان مردم افغانستان را میکنن این مسائل است که باید جلویش گرفته باشه حالا میاییم به این مسئله که اگر جلوی همچه اختلافاتی که فعلا در کشوری ما روان است جلوی این مسائل گرفته نشه و تعودنامه مطابق با اون تعودنامه و توافقنامه عمل نشه و اجراعات صورت نگیره نه ما انتظار امنیت خوب در کشور داشته باشیم نه حکومتداری خوب را انتظار داشته باشیم و نه حکومت وحدت ملی به انتظارات مردم پاسخ خواهد بدید ببینید شما هم حال در جواهات جنگ قهرمان ها می جنگند از میدان های جنگ دستگیر میشن و زندان می سربازی سرباز وطن به گیر طالب میکنه حلقاویز میشه به. اونا می آین و با مسلح گرفته میشن به داخل زندان و از یک طرف داخل زندان میشه از طرف دیگه به نام این و آن از این ای بستگی و فلان خان داره و فلان بزرگوار فلان قوم داره و چه کار است از یک طرف رها میشن باز میرن در جبهه جنگ مردم افغانستان را میکشن این ها همه بحث است که مردم میفهمند دیگه نمیشه یعنی به حکومت وحدت ملی دیگه نمیشه بر روی ملت خاک بپاشه ریز و درشت قضایه هایشان این ملت آقای قیاسی اختلافات جدا وجود داره شما دیدی خودتو دارین در ارگ انحصار طلبی وجود داره بحث قوامیت هم خیلی بالا هست ریاست اجرایی نتونسته اما سهمی که داشته را بگیره برای یک صلاحیت نداره و به همه اقوام توجه نشده به همه مردمان توجه نشده شما سوال پیشتر رو تکرار کردین در واقع من خود گفتم شما بفتیم خب بفتیم خب اختلافات دا دا مرحلی رسیده کم شده خب در یک مرحله رسیده که دو طرف متوجه شدن که باید بیاییم واقعا ای اختلاف دستوبا، گیره که تا حال پیش رفته باید این کنار بگذاریم بیاییم را حلای را پیدا بکنیم یعنی این منای عزیز که کم شدن ای تو کم شدن قابل ملاحظه نیست که شما شما ببینید اما این اختلافات است که بسیار عمیق و مجانبه طالب به دیده شد که تا, تا, تا حدی رسید که اعتراض رسمی رئیس اجرایی را برانگیخت درست بناهن از او تاریخ به بعد بعض تحولات دیگه شاید آمده باشه که حالا وقتی که اما حکومت شاید. اما حکومت وقتی ادعا میکنه که هست دروغ نمیگه دیگه حتما حتما یک چیز پیشرفتای داره و این باید را سخنگویان دولت باید بگویند که پیشرفتها چی بوده ما بعیث کسایی که به اصطلاح رد کرده نمیتونیم یا رد نمی کنیم که این غلط است اما باید این ملموس باشه بیشتر ملموس شود بیشتر دیده شود خب وضعیت ها باید تست... گروه قومی مثل اوزبک و ازاره شده خب شما بینید دهی ده ای بخش این گزارش مثال نمیدن خب اوزبک و ازاره نمادهای قدرت قدرت وجود دارن در دو طرف او وجود داره هم در دا طرف نهاد ریاست اجرایی و هم به طرف نهاد ریاست جمهوری با قوت وجود دارن دو تا معاون در سطح بسیار بالا وجود داره در دا دا بخش مختلف در وزرا هستن در نهادهای دیگه حضور دارن اما ای که مطلوب نیست یک بحث دیگه است آیا این اعتراضی را که اینا عنوان میکنن نمیگن که کدام نهاد کدام جنا کجا از کجا درست یک نظرسنجی عمومی نمیتونه به اصطلاح نظرسنجی که به صورت گزینشی به اصطلاح ارزیابی میشه نه یک به اصطلاح رفراندوم وقتی این یه بار بسیار آدم سرش فکر به حساب میکنه که یک رفراندوم باشه یک نه یک یک نظرسنجی یک نهاد بیا و یک نظرسنجی از 1000 2000 هزار هزار نفر در یک ولایت یا در کل کشور یک 3 هزار نفر نظرسنجی از طریق تلفن انجام بده و باز در نهایت چه یک چیزی را بیان بکنه یک هم. چیزای است که ملموس است و نتایجش میفهمیم و به صلاح اختلافات میبینیم مثلا اعتراضات اعتراضات استادات اومد ببینید باعث تضعیف نهادهای شده کارایی نهادهای امنیتی پایین یعنی من نمیگم که خب ببین اگه اختلاف نمی بود اینم کشمکش و گفتگوها و به اصطلاح سر و صداهایی که در عراق دا عراقین داخلی دولت به وجود آمد وجود نمی داشت درست همه دنیا گل و گلزار می بود اختلافات وجود داشت اما در آغاز بر از این اختلافات راهکارهای سنجیده نشد ببینین اصل ماجرایی است که دو جریان قدرتمند که دولت ساختن دو دایه دو ادعای کلان پیش می بردن یک طرف پابند است و پافشاری میکنه به حکومت نو حکومت ریاستی یک طرف پافشاری داره میگه با آینده های افغانستان طرح همه خوب است که حکومت شکل نو نظام تغییر بکنه یک صدارت یک بس برام صدارت اجرایی یا هرچی چیزی که در توافقنامه نامه سیاسی مطرح است باید جا بجا شود ادعا میکنه که توافق نما حکومت ساختیم بر مبنای توافقنامه سیاسی که پیشتر ما در صحبت اول خود اشاره کردم که ما اگر از اول پایه های را محکم بندی میکردیم امروز به این چالش مواجه نمیشدیم <applause> نهاد ریاست جمهوری با استفاده از قواعد بازی قدرت بسیار به خوبی پیش میره و هیچ چیزی را مد نظر نداره فقط بسیار به خوبی قدرت او وقتی که ایبال دا... میکنه اما اون چیزی ببیند... که داشته تا حال میسر قد... نبوده قدرت... انتخابات برگزار نشد قانون اساسی که نه نه نزدیک به 3 سال است از... نگاه, از... نگاه, 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 نگاه کردن نگاه نو کردن نوع نظام ریاستی به به ب... ب... صورت مطابق قانون اساسی یکی از اهداف است که یک طرف پیش میبره یک طرف دیگه میگه نه خیر تعدیل به وجود بیایه نظام این نظام سی سال در بخورد نیست اجازه نه خب تا 3 سال وجودی خافتاب از نظر من شمس است انتخابات قرار است که یک سال ببینید نمیشه این نمیشه این فضایی که وجود داره ما پیش بینی میکنیم که این تو یه دایر نمیشه این تغییر که دایر دار م... بود در ریاست اجرایی عملی نمیشه وقتی حالا گپ گفت است آه آه که ممکن است خود صحبت کنم من از یک طرف بگویم که او نمیتونه یه میتونه من میگم که دو دو جریان قوی آمدن دو 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 نوع نظام مطرح میکنن از دو طرف به دلایل خود داره به خوب بودن ازی درست <applause> یک طرف آمده از جایگاه قانون اساسی اعمال قدرت میکنه قدرت ریاست جمهوری را گرفته به خوبی مطابق بازی قوانین قایده بازی را رعایت میکنه و قدرت اعمال میکنه و تصدیل میکنه اما خب خب توافق کده که اصلاحات نظام تهدیل خب به توافق شمال این توافق توافقی است که از اساس توافق نامی ق... سلاح و حکومت وحدت ملی توافق نامی سیاسی ماده نظر گرفته نشده ای اینجا گذاشته شده درست است تنها اومو هموقدرش اجرا شده که چیزی به نام نهاد ریاست اجرایه به وجود بیایه درست بقیه مسائل برمیگرده میگرده دیگه در توافق نامی سیاسی که اگر او اجرایی شود خود طبعا ما باید قانون لوی جرگی قانون اساسی رو میداشتیم قانون اساسی باید تعدیل میشد و... و مثلا می بس میشد مثلا چی شد ما پیش بینی کنم وضعیتی رو که الان میبینیم تا پایان کارم به وجود نمی های. تغییر نمی های. چرا این مبارزه بسیار تنگ بس نفسگیر برای حفظ نوع نظام ریاستی ادامه داره برنده هم دا تیم ارگ <applause> برنده هیچ کس نیست بازنده مردم افغانستان است هیچ کسی در ایجه برنده نیست بالاخره نوع نظام به یک گفتمان به اصطلاح کلان با دبست مردم افغانستان تبدیل شده بالاخره این اندیشه و ای فکر به وجود آمده این تغییرات بالاخره به با یک, یک یک خواست و عام مردم افغانستان این حرکت به به وجود آمده فکر که فکر میکنن که وضعیت افغانستان بهتر است که چرخش قدرت سیاسی به صورت عادلانه به دست جناهای یا جناه قومی یا به هر صورت در نظر به وضعیت قومی افغانستان بچرخه و این عدالت تامین شود و هم که خودا ببینن که ثبات سیاسی با وجود بیاید از تمامیت های جلوگیری شود و خب بالاخره این ای ای طرف در, در یک نقطه رسیدن که خب هر کدام طرفدار رای حل،, رای حل خودش هست با. و در این وسط هم نزدیکی آنچنانی هم دیده نمیشه تا کنون که بیاین برنامه را برای آوردن لوی قانون اساسی قانون اساسی داشت خیلی وک... جناب وکیل سایب. تا پایان کار هم تا پایان عمر این حکومت هم توافقاتی که شده در توافق سیاسی که تعدیل نظام باشه تعدیل قانون اساسی باشه عملی نمیشه اینجا برنده هیچ کسی نیست بازنده مردم افغانستان هست خیلی کوتاه یک بحث است در قانون اساسی که قانون در او مسائل لوی جرگه قانون اساسی تسجیل شده در قانون اساسی اگر انتخابات آزادی منصفانه و شفاف برگزار بشه انتخابات پارلمانی صورت بگیره انتخابات شورای ولسوالی صورت بگیره شورای ولایتی صورت بگیره نماینده های نا که نماینده لوی جرگه میشن لو بیاین در کابل جمع شوند روی مسائل تصمیم بگیرن داره مشروعیت قانونی به این حالتی که فعلا کشور دست و پا نرم میکنه با مشکلات جنگ و ناامنی و وضعیت اقتصادی و هر روز یک منطقه را دو چار مشکل میشه با فهمیمه که تا آخر حکومت وحدت ملی اگر روند همین باشه قطعا همچون قضیه برگزار نشه و ملت افغانستان هم انتظار نداشته باشه و هم دو تیم نظرات خود دارن و بهترین نظر همیست که حکومت صدارتی و حکومت مردمی باید تشکیل اما برداشت هایی است که تا پایان عمر این حکومت نمیشه بفهمید انتخابات پارلمانی هم که نمیشه برگزار تا یک سال حدس میزنن احتمال میتن که ممکن تا پایان این سال شود هیچ نو, هیچ نو برنامه یک... تکنیکی و اصطلاح فقط... مسلکی در مثلا ندارد. سه ثانیه یک چیز اضافه میکنم این نظام به اساس نسخه که پیچانده شده بود به نظر به اوضاع و شرایط موجود از طرف ایالات متحده آمریکا و بریتانیا با وجود آمد و یک نسخه بود که وضعیت علاج کرد اگر این نسخه و این وضعیت به اصطلاح تداوم ازیره، حمایت های بین المللی خود داشته باشه و قبول کرده باشد جامعه جهانی که ما را به یک کشوری که ما وابستگی به کمک های همه یک جامعه بین المللی داریم و این نسخه را به نفع آینده های افغانستان بدانند با یقین که شرایطش مساعد میسازن که او شرایط به وجود بیاید که تغییرات در قانون اساسی دیده شده از آقایان توریالی سیاسی کارشناس سیاسی و قاضی عبدالرحیم رهین عضو مجلس نمایندگان و سپاسگزارم از همراهی شما بینندگان عزیز خدا نگهدار